بسیار زیاد خوش آمدین دکتر سیم. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم تلویزیون وطن. سپاسگزار هستیم. برای بیننده های عزیزم بسیار خوش آمدید میگم، برای شما همچنان بسیار خوش هستیم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر سیب صحبت میکنن. اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان. در این رساله که بسیار ارزشمند و علمی که اینا نوشته کردن، تحلیل های بسیار جالب دارن، بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی سر نظام های لیبرال دموکراسی غربی، سر نظام های سوسیالیستی، تناقضات از اینا، نتایج از اینا، نتایج رقابت ها در شرایط جنگ، بالاخره سر وضعیت کنونی جهان. و چیزی بسیار جالبه که در این رساله هست، تحلیل بسیار عمیقی که دارن که یک بدیل نظام های لیبرال دموکراسی و بدیل نظام های سوسیالیستی بر زندگی بشریت، که چگونه نظام ها جامعه بشری به سوی رفاه و ترقی میکشانه، چگونه نظام ها هم دموکراسی رو مراعات میکنه، هم رفاه و پیشرفت و ترقی و آبادانی کشورها رو به وجود میاره، تجربه ای از سالهای 1970 به بعد چگونه است تا کنون. دکتر چه عزیز بسیار سپاسگزار، یعنی بحث اقتصادی در این مسئله رشد و انکشاف جامعه بشری و خصوصی سیستم های نو یک بحث طولانی و کلان است. در این رساله باز همه طور بعد از این بحث یاد این قسمت رفتین شما سر نظامی که در آینده باشه و چالش هایی که در مقابل دولت وجود داره، موجودیت نظام مافیایی در درون دستگاه دولت باعث یک سایه و سازش هایی که با طالبا با دولت های همسایه وجود داره، در تقابل نظام موجود و چالش هایی رو به وجود آوردن که جلو ایجاد یک حکومت ملی قانونمدار با ثبات و صلح پایدار جلوگیری میکنن و اینا حیات و زندگی دولت و نظام به خطر مواجه ساختن. یعنی بنیادگراهای جهادی که امروز با مافیای قدرت و ثروت و اشرافیت مثل که بیشتر گفتین میراثی موروثی، و از طرف دیگه حضور طالبان در حاکمیت، روشنفکری افغانستان که برای ایجاد یک نظام قانونمدار و که ارزش های دموکراسی داشته باشه در خود و جامعه را به سوی رشد و شکوفایی و پیشرفت بره، معضلات بسیار جدی است. اینی یک بحث بسیار جالب است در قسمت صحبت های شما، رساله شما. بله میبریم برازی که وقت هم کم است و بله بسیار خب من میری کوتاه برای در دقیقه میسازم که بعدا بریم به سوال های دوستا عزیزه. ما در اول من گفتم که مردم افغانستان با نگرانی سعی میکنن که نتایج مذاکرات سال به کجا میانجامه، چه نوع نظام بر مقام خاطر در افغانستان. ما مشکلات دولت فعلی را میبینیم، نواقصش را میبینیم و بسیار مردم به حق از او انتقاد میکنن. همچه داری که ما قبلا نفت کردیم اقتصاد مافیایی، نفوذ حلقه های مافیایی در دولت، عدم توجه به دموکراسی، عدم قبولی نتایج دموکراسی، و در پهلویش انال ما امکانات شرکت طالبان در دولت آینده که چه نوع نظام آوره. این سوال یک میلیون دلار است که با طالبان چگونه میتوان صلح کرد. برای کسی که با سیستم به انتخابات هیچ عقیده نداره، به خلافت اسلامی عقیده، به تئوری خلافت اسلامی عقیده. در تئوری خلافت اسلامی رأی مردم هیچ مورد نظر نیست، در نظر گرفته نشده. در خلافت اسلامی عموم شورای علماست که تصمیم میگیره در مسائل. یعنی شورا خود طالبان به صراحت گفتن که ما پارلمان نخواهد داشتیم، انتخابات نداشتیم، لجنه نخواهد داشتیم، ولی شورای علمای جدید ایجاد خواهد کرد. یعنی شورای ملاها بله ایجاد کرد. خب ما چگونه انتظار داشته باشیم که شورای ملاهای افغانستان که در مدارس دیوبندی پاکستان درس خوندن هیچ چیزی از
هیچ چیزی از تاریخ افغانستان یا خبر ندارن، چون در اکثر جا در خود پاکستان تولد شدن، در اونجا بری مدارس درس خوندن، در محدودی فکریشون اونمو ضوابط زندگی روستایی دهاتی حاکم است و لحاظ ایدئولوژیک زیر نظریات اسلامگرایی دیوبندی قرار دارن، اما سلفی قرار دارن که بهترین الگو بر از بهترین الگو بر از نظام سیاسی اقتصادی 1000 سال قبل است، دومی اولیه اسلام. خب این چطور میتونه یک نظام، یک کسایی که به خلافت اسلامی به ضوابط 1000 سال قبل دولت مداری عقیده دارن، این ما بتونیم با یا به توافق برسیم بر یک نظام آینده که او بر مردم افغانستان سال پایدار بیاره، او بر مردم افغانستان زندگی خدمات اساسی اولیه زندگی را فراهم بسازه، سطح فقر از بالا از چیز کنه پایین بیاره، سطح عاید مردم بالا بره، یک زندگی مرفه بر مردم افغانستان میسر بسازه و او را افغانستان در قطار کشورهای پیشرفته جهان جای بده. این تضاد بزرگ است که این برای حل از او برای شخص مانند من فعلا ناممکن است. من فکر میکنم که یک کس این فرمول فعلا نداره، چون ما منتظر، همه ما و شما همه منتظر هستیم که طالبا بالاخره بگوین که چی نوع نظام میخواهد. تا حال اینه نگفتن، تا حال هیچ جای توضیح نکردن، تا حال هیچ جا در هیچ نوشتی ما نخوندیم که بس دقت، بجز این که میگن ما یک حکومت اسلامی جدید میخواهیم. ولی ما میفهمیم که در جهان آینده باید چند چیز برای افغانستان ضرور است. اول یک در افغانستان دولتی ایجاد شود که او متکی به قانون، یعنی دولت متکی به قانون اساسی در افغانستان موجود باشد. حتی امی طرفدارای جوی بایدن و تیم از او به موجودیت یک دولت قانون اساسی در افغانستان معتقد است. و این دولت متکی به قانون اساسی ضمانت کنه که حقوق اساسی مردم به حقوق زنا در اینجا موجود می باشه، ضمانتش وجود داره. نمیتونیم معقب برکنیم. و دیگه ای که این دولت خدمات اولیه را برای مردم افغانستان فراهم کنه و سطح زندگی را بهبود ببخش، تنها در این صورت ما صلح پایدار میتونیم داشته. در غیر اگر یک نظام به اصطلاح اسلامی جدید ایجاد میشه که در او مردم حق سهمگیری در دولت ندارن، در او نیازمندی های روزانه مردم، نیازمندی های زندگی مدرن فراهم نمیشه، در او به خدمات سی توجه نمیشه، در او به خدمات معارف توجه نمیشه، این نوع نظام موقتی است، این سال موقتی خود، چون بالاخره باز هم باید کسایی بخیزن، مردم بخیزن و صلاح بگیرن که این نظام برهم بزنن و این آینده نداره. همچنین و این خاطر تلفیق عقاید دولت مداری امروزی، این نظام اقتصادی اجتماعی مطابق من نیازمندی های امروز است با چیزی که طالبان از لحاظ فکری با او بزرگ شدن و او تبلیغ میکنن، این کار بسیار بزرگ است و این یک راه حل های ابتکاری کار. من در چند از پیش در مصاحبه با خانم ملغره ملک اظهار کردم که یک تیم 5 نفری از سفرهای سابقی امریکا در افغانستان، 3 سفیر و 1 شاردافیر و 1 نماینده فوق‌العاده، یا یک راپور نشته کردن، یک گزارش نشته کردن برای جوی بایدن که در این تاکید شده که در افغانستان صلح پایدار امکان نداره مگر اینکه این مسائل را که من الان عرض کردم این تضمین شد، باید تضمین شد و باید جو بایدن
دو نوع استراتژی را در نظر. یک استراتژی کوتاه مدت و یک استراتژی طویل مدت. در استراتژی کوتاه مدت باید از مذاکرات صلح حمایت شود و در این به طالبا تفهیم شود که ما یک عسکر دیگه خود از افغانستان خارج نمی کنیم مگر این که مطمئن شویم طالبا و تعهدات خود در مقابل امی سالی که با امریکا کردن پابند بوده و او را اجرا کردن. اون تعهدات شامل ازیست که روابط خود قطع کردن با گروه تروریستی القاعده و غیره. دیگه ای که بالای امریکایی ها حمله نکردن که نکردن ایر امریکایی ها میتونن تصدیر کنن و سومی در مذاکرات صلح به صورت جدی رفتار میکنن و تشجن ها جا در افغانستان کم میکنن. ما حالی که اگر ایر ما ارزیابی کنیم میبینیم طالبا به جز یک موضوع که او می حمله نکردن بالای سربازان امریکایی ایر اجرا کردن دیگه چی در انجام داره ما نمیفهمیم که رابط خود با القاعده و یا قطع کردن چون این آسان ترین موضوع همیست برای طالب ها میگه ما نمیکنیم کی میتونه تثبیت کنه که واقعا چطور میشه یک گروه یک سازمان اما زمینه های فکری خود نادیده بگیره و همه از یک تفکر داره مگر آقای حقانی کیست طالب ها متشکل از چهار پنج شورا هستند شورای کوته هست شورای میرانشاه هست شورای پشاور هست شورای شمال که در او رسول کسر به فراس شورای مشکل که در او ده فیصد تقریبا قدرت می چیزا طالب ها در غرب شوراست شورای بدخشان هست این شوراها هر کدوم با افکار مختلف افراطی در این زمین هستند تشکل نظریات طالبا و یا هر کدام از یا اعتباط نزدیک دارن به گروه هایی که در پاکستان تو گروه های افرادگرای مذهبی در پاکستان فعال هستن و از او تغذیه میشن حزب جمعیت العلماء اسلام رهبر طالباست رهبر فکری طالباست و زمان تعریف طالبا بی‌نظیر بوتو گفته بود که ایجاد طالبا ایدهش از انگلیس ها بود پولش از سعودی داد امکانات سیاسیش امریکایی ها ایجاد کرد و ما او را اجرا کرد در این ساختم این خود سخنهای بی‌نظیر بوتو است که موجود داره و گفت اینا را ایجاد کردن و وسط تحریکشان میزازن و گفت که ما تاریخی نیستن یک جنبش سیاسی بزرگ نیستن بلی ایجاد کردن بلی گفته شد که بنظیر بوتو واضح میگه که لحاظ فکری و هدایت از یار ما دادیم به اختیار جمعیت العلماء اسلام حزب جمعیت العلماء اسلام او یک سازمان دیوبندی سلفیست از لحاظ فکری خب به فضل رامان بله فضل رامان اناله یا به این خاطر ای که ما طالب ها بگویه که ما روابط قطع می کنیم با این گروه ای خب امریکای ها قبول می کنیم خودشان هست این مربوط به خودشان هست ولی طالب ها ست تشنج کم کردن در افغانستان نه به مذاکرات جدی پرد حالا یکی از شرایطی را که برای جوی بایدن پیشنهاد شده ایست که بالای دولت اشرف غنی فشار بیاره که در مذاکرات ابتکاری عمل کنه همین کلمه اضافه شده راه های ابتکاری حل و مسائلی سیاسی را پیدا و همچنان بالای طالبا باید فشار آورده شده که هیچ از کار دیگر ما کم نمی کنیم مگر اینکه شما جدی در و همچنان برای جوی بایدن پیشنهاد شده که عین فشار بالای پاکستان برین بالای قوای نظامی پاکستان و قماندان قوای نظامی پاکستان که شما بالای نفوذتان بالای طالبان به کار برین در مذاکرات صلح به صورت جدی اقدام خب این که
رای حل ابتکاری را کی پیدا میکنه؟ چی فرمانه؟ همچنان پیشنهاد شده در این پیشنهادات بر جوی بادن که هیئت سومی باید وجود داشته باشه در مذاکرات سال که او هیئت میانجیگری کنه. موقف ما در شورای همستگی افغانه خارج از کشور همیشه در چهار مگذاشه می بوده که باید یک هیئت سومی میانجی وجود داشته باشه تا بتانه در رسیدن به یک رای وسطی ابتکاری کمک. هدف ما همیست که ما بتونیم یک راه ابتکاری را پیدا کنیم که او بتونه حدی اقل تقاضای طالبا و نماده در خود حیات دولت هم متجانس نیست. طوری که دیدیم بیشترین اعضای از امو تنظیمای جدید تشکیل شده و حال با ایجاد شورای مصالح ملی میبینیم که این شورا میخواه انحصار کنه توافق بالای مصالح سیاسی را برای خود برمی مجاهدین تنظیمای جدید انحصار کنه و نقش پارلمان افغانستان، نقش لوی جرگه ندارم، نقش مردم افغانستان در این به حد اقل بسازه و یادآوری نکنه. یعنی هر چی تصمیمی شورا بگیره باید قابل قبول. این تصمیم این نوع برداشت خلاف قانون اساسی است، خلاف عرف است و خلاف مشروعیت دولت و خطر است. دیگه ما همینجا ختم میکنم صحبت های خود. ما این را باز دارم به شاید سوال های بسید دمی که خالدی سیم پیش از اینکه به بس بریم سوال ها را زیاد مطرح کنیم، دمی رابطه امی در چهار دوره انتخابات در افغانستان و حمایت امریکا، جمعیت اسلامی به حیث یک نیروی که اپوزیسیون قوی ساخته شد و به نقش و رأی مردم افغانستان حقیقتا اهمیت قائل نشدن. حکومت 50-50، حکومت مشارکتی، بالاخره این شورای صلح را عبدالله را آوردن به حیث یک اپوزیسیون بسیار قوی. و از طرف دیگه طالبا بایستی یک نیروی اپوزیسیون کلان ساخته شدن، امون چیزی را که خود به وجود آوردن. اگر امریکا بخواید، آنچه را که امریکا بخواید از نظر من فکر میکنم که در توافقات فعلی دوحه امور عملی خواهد کرد، نرسه نروری که بخواید. در غیر از او آیت سیومی که برای یا میانجی که برای وجه برای کار با اینا اصلا پشت سناریوهای مذاکرات صلح بین طالبا و دولت قدرت‌های بیرونی دخیل نیستن، مثلا پاکستان، مثلا عربستان سعودی، مثلا کشورهای منطقوی. از نظر ما کشورهای منطقه طرفدار یک دولت با اقتدار ملی و ثبات سیاسی نظامی طرفدار از این نیستن، به خاطر از این نیستن که اینا منافع خود افغانستان از دست میتن. افغانستان به حیث یک کشور عائل در تقابل این قدرت ها و این کشورها مورد استفاده از اونا باید قرار بگیره. به می خاطر است که از مارشال دوستم در ترکیه به حیث یک وزیر دفاع چیز وزیرایی سو در از معلمت ها هم و یا دگرایش ایران بسیار پذیرایی بلند میکنه یا کشورهای منطقه. به خاطر از این کشورهای منطقه می خواهیم که اینا را در دست خود داشته باشن و در آینده افغانستان و منابع افغانستان و نقش افغانستان در آسیا و در قلب آسیا از اینا استفاده جویی کنن. من پس خلاص برمیگردم که اگه امریکا بخواید در این مذاکرات دوحه نمیتونه که اینا را سر جایشان بشونه، پاکستان از یواز یک توضیح کنه اینا را تحت فشار قرار بدین، پاکستان بگه یک کمپای اینا را در پاکستان بسته کن، مراکز تربیت و تولید طالب بسته کن، اکمالات اقتصادی اینا را و شیریانهای اقتصادی طالب را بسته کنن. اگه اینا بخواین که طالبان را بردارن از میان و یک دولت مدرن ملی و دموکرات در افغانستان ساخته شد و افغانستان رای شورای ترقی و پیشرفت بگیره و یه دارای یک نظام ملی گرا و باثبات باشه، اینا میتونن که از این چالها، از این تکنیکا، از این امکانات، از این قدرت استفاده کنن؟ آیا میتونه یک نیروی سیمگه بتونه که دولت و طالب بشانه و توافق بده که بیدن این سنگ با هم یک جای بردارن؟ نه خیر محترم پایمر، به این سادگی نیست. اتو سیاست وجود نداره. امریکا و قدرت را که فکر میکنه نداره. امریکا بیشتر گفتن که خود از اینا گفتن که ما اینا را ایجاد کردیم. بله ایجاد کردن، اما امروز ای به یک هیولای مبدل شده که دم سگشون میده. یک زمان بود سگ دمشون میده، حال دم سگشون میده. شما
دیدین که امریکا چقدر کرنش کرد در مقابل طالبان در مذاکرات سال. هر چی در طالبان گفت قبول کرد. بله. برای که منافع طالبان میتونن به امریکا بگن ما منافع استراتژیک در منطقه تامین میکنیم. دیگه چی میخوای؟ تو را با این چی که در افغانستان حکومت اسلامیست یا حکومت سوسیالیستیست یا دموکراسیست او چی؟ ما منافع تامین میکنیم و امور او خوش بود. به متوافقنامه که با طالبان بسته کرد خلیل زاد همین چیز است در حقیقت. می گفتم میشه این حکومت اسلامی جدید میآید و اون منافع امریکا را حفظ میکنه. اما امریکایی ها بسیار مردم و پارلمان و همین گروه بایدن یا به این مطمئن نیستن که منافعشان حفظ میشه با این کار. ما بیشتر عرض کردم که طالبان سال گذشته 1.5 میلیارد دلار عاید داشتن از منابع داخل افغانستان. بله. خب شما وقتی که کسی 1.5 میلیارد دلار عاید داشته باشه دیگه به امریکا چی وقت میگذاره؟ امریکا 120,000 سرباز در افغانستان داشت، تانست طالبان رو شکست بده؟ نه خیر، نتون. امریکا با موجودیت 120,000 سرباز تانست پاکستان چیز بزنه مطیع خود کنه؟ نه خیر. پاکستان همیش سیاست دوگانه رو بازی کرد در مقابل غرب و در مقابل دولت افغانستان و طالبان و حامی در جوان طالبان و منافع استراتژیکی خود در منطقه چی میخواهد. کشورهای روسیه، ایران، چین، کشورهای آسیای میانه بر از او مهم است که افغانستان تبدیل نشه به یک مرکز صدور انقلاب اسلامی. بله. او داعشی و ترس از طالبان ندارن. ترس از او از داعش. داعش دولت اسلامی خراسان. بله. و یکی از پیشنهادهای جنرال حمید گل پیش از وفاتش در یک مصاحبه گفت که باید پاکستان در اون زمان که هنوز داعش نامده بود به افغانستان که پاکستان باید از طالبا استفاده کنه در مقابله با داعش. این سیاست فعلا روسیه انجام میده، این سیاست ایران انجام. ایران چرا با طالبا رابطه؟ برای که برای ایران خطر از طالبان موجود نیست که خطر از داعش وجود داره. برای